سرخط خبرهای تازه و ساعت 2 بجه شب ورسج ولایت تخار به دست مقاومتگران افتاد. واکنش آمر بریاله سنگین، واکنش میر امان الله گذر، واکنش حبیب الله حسان. کاظمی قومی چگونه میتواند حقابه ایران از طوفان و گردباد در جنوب افغانستان جلوگیری کند که غیر قابل باور میباشد. پس از 35 سال جنگ نیابتی میان عربستان و ایران سرانجام دیدار کردند. سلام، با سرویس اطلاع رسانی انفو تیوی خوش آمدید. لطفاً چنل را سابسکرایب کنید. فوری ورسج تخار به تصرف جبهه مقاومت ملی درآمد. پس از حملات شدید چریکی و تخنیکی جبهه مقاومت ملی و طالبان در شهرستان ورسج، این شهرستان به تصرف جبهه مقاومت ملی درآمده است و طالبان عقب نشینی کردند. همچنان پرچم سه رنگ کشور در این شهرستان بلند شده. یادداشت: هنوز تازه شروع شده، منتظر باشد. جنرالان پلاستیکی مرد هستم، بروم اندراب و بروم ورسج تخار، بروم پنشیر تا پنجاب پاکستان. اگر تا پنجاب پاکستان شما را ندارم، تا آخرین قطره خون همراهتان مبارزه میکنیم تا بفهمید قهرمان ملی کی بوده است. گرفته شده از برگه کانال تلگرام قهرمان ملی احمد شاه مسعود. این در حال است که واکنش فرمانده بریاله سنگین بر رقص و پایکوبی افغانهای ناپاک و چرکین بر مزار قهرمان ملی. او می نویسد که فرمانده من، تو تنها کسی هستی که به خاطر آرمان مقدست آماده هم هزار مرتبه خود را فدا کنم. فقط تویی که معنای آزادی را به خط درشت نوشتی. اهانت و پایکوبی شغالان قومی از ابهت و جایگاه مقدس تو نمی کاهد. راحت را با هر قیمت ادامه می دهیم. او می افزاید رقص طالبان پشتون در آرامگاه فرمانده بزرگ مسعود بسیار آزاردهنده و غیر قابل قبول است. این رسالت را بسیار و سختی پاسخ داده شود. مردم باید حساب تمام جنایات ترورست‌های قومی را بگیرند. سکوت و بی‌حسی و بی‌وجدانی در مقابل بی‌عدالتی‌ها نابودی یک ملت است. پس همه جناح‌ها از چهار طرف آمادگی خود را بگیرند و برای مبارزه سخت آمادگی بگیرند. این در حال است واکنش میر امان الله گذر. او می‌افزاید که به بچه‌ها وظیفه سپرده‌ام تا آرامگاه احمدشاه بابای ملتانی و خوشحال خان خطک را پیدا کنند و انتقام بگیرند. به نظر می رسد با اتن شماری از پشتون‌های افغانستان بر مزار قهرمان ملی سران تاجک خشمگین شدند. این در حال است واکنش حبیب الله حسان. مولوی حسان چنین نگاشته است: زمان آن فرا رسیده است که شمشیر مقاومت از غلاف بیرون شود تا آزادی، تامین صلح، امنیت و آرامش مردم ما گرفته شود. بیگمان لشکر نیابتی شمشیر تکفیر، عصبیت، عداوت و ظلم را از گلوی مردم برنامه دارد. نصرت الهی شامل حال مقاومتگران دلیر ما هستند. او با آیه قرآن کریم خاتمه می دهد و می نویسد: اللهم انصرهم نصر عزیز مقتدر. خبر بعدی: کاظمی قومی تازه میگوید حقابه ایران از طوفان گردباد و خاک در جنوب افغانستان که چند قبل در هلمند صورت گرفت میتواند جلوگیری کند. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان و دنبال طوفان در ولایت‌های جنوبی کشور گفته است که حقابه ایران از طوفان گرد و خاک در جنوب افغانستان جلوگیری میکند. نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان امروز در توییت نوشته است که کشورش سالها به این باور بوده است که بحران زیست محیطی مرز نمی‌شناسد و کشورهای منطقه باید با همکاری‌های مشترک از این چالش‌ها عبور کنند. قومی افزوده است که ایران آمادگی دارد در انتقال دانش مورد نیاز برای جلوگیری از بحران زیست محیطی افغانستان را کمک کند. او تاکید کرده است که تامین حقابه هرمن برای جلوگیری از چالش‌های زیست محیطی در جنوب افغانستان ضروری است. کاظمی قومی گفته است امید از حاکمان افغانستان برای جبران اشتباهات گذشته برنامه‌ریزی کنند.
گفتنی است که روز گذشته نوارهای تصویری در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که نشان می‌داد یکی از جاده‌های هلمند در اثر طوفان رنگ نارنجی و خود گرفته بود. خبر بعدی، وزیران خارجه ایران و عربستان پس از سالها جنگ‌های نیابتی می‌خواهند دیدار کنند. قرار است وزیران امور خارجه ایران و عربستان و زودی با هم دیدار کنند. روزنامه الجزیره کویت و نقل از یک منبع عالی رتبه در وزارت خارجه ایران گفته است که وزیران خارجه ایران و عربستان سعودی دو هفته پس از تحصیلات عید فطر با هم دیدار می کنند. ایران و عربستان سعودی همچنین دور گفتگوهایشان را با میانجیگری مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق در بغداد انجام دادند. رسانه های ایرانی به نقل از نخست وزیر عراق گفته است در این دور مذاکرات به حل تخاصم نزدیک شده. الجزیره نیز گفته است که جلسه در سطح کارشناسان دیپلماتیک دو کشور در بغداد و مسقط ادامه دارد و اگر امر اضطراری پیش نیاید به زودی شاهد دیدار وزیران خارجه خواهند بود. این روزنامه کویتی گفته است که دیدارهای کارشناسان دو طرف تا اکنون مثبت بوده و چارچوبی برای حل مسائل ارائه شده است. بر اساس گزارش الجزیره دیدار وزیران خارجه دو کشور احتمالاً با بازگشایی سفارتخانه های دو کشور در تهران و ریاض منجر خواهد شد و نیز توافق برای تحصیل سفر حجاج ایرانی و عربستان سعودی انجام می شود. اما در عربستان سعودی مقام ها از زمان آغاز دور اخیر مذاکرات در ماه گذشته کمتر اظهار نظری در این مورد داشتند. گفتنی است که اختلافات بر سر مسائل منطقه‌ای از جمله سوریه، عراق و یمن، مرگ زائران کعبه در منا و اعدام شیخ نمر روحانی شیعه در عربستان سعودی از جمله دلایل تنش در روابط ایران و عربستان را شمار می‌رود. خبر بعدی، در نتیجه یک رویداد ترافیکی در فراه یک تن کشته و چهار تن دیگر نیز زخمی شدند. منابع محلی در ولایت فراه می‌گویند که در نتیجه یک رویداد ترافیکی در این ولایت یک تن جان باخته است و چهار تن دیگر زخمی شدند. منابع محلی و روزنامه هشت صبح گفتند که این رویداد در نتیجه تصادم دو اراده موتورسایکل در ساحه بالبالک ولسوالی بوکو اتفاق افتاده و یک تن از سرنشینان این دو موتورسایکل کشته و چهار تن دیگر زخمی شدند. بر بنیاد گفته های منابع این رویداد 15 سال رخ داده است. علت وقوع رویداد به احتیاطی راننده ها گفته شده است.